بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. یه جلسه صحبت کردیم که چگونه انسان میتونه خودش رو زیاد کنه، نه وزنش رو زیاد کنه، پولش رو زیاد کنه، اولاد و نبش رو زیاد کنه، خودش رو زیاد کنه. فکرش باز باشه. مثلا نماز عید فطر یا عید قربان که میخونید میگیم و اسألو که، خدای سوال میکنم از تو، میخوام از تو چی؟ ما سألک من که عباد که صالحون، هر چی بندگان صالح دست آوردن همه رو من میخوام. این دیگه نمیده خدای نون بده، آب بده، کار بده. هر چی بندگان صالح، حتی نمیگه بندگان صالحی که مردن یا بندگان صالحی که فعلا زندن یا بندگان صالحی که بعدا متولد خواهند شد. سألک عبادی از صالحون، هر چی بندگان خوب تو از تو خواستن همه رو ما بده. از چه خطری حفظ کنم؟ و اعوذ بک، پناه برم به تو. از چی؟ نمیگه از چه بلایی، از هر بلایی که بندگان خوبت از تو به تو پناه بردن. هر بلایی که بندگان خوب به تو پناه بردن منم به تو پناه برم. هر دعا و هر دعا درخواستی که بندگان خوب داشتن منم میخوام. ببین این چقدر آدمو باز میکنه. ولی وقتی فکر بسته هست فقط خودشون بینه. حالا وقتی شکر میکنیم بگیم خدایا هر لطفی در هر زمان در هر مکان، هر لطفی به هر موجودی کردی. چی شد؟ یه بار دیگه دقت کن. خداوندا در هر زمان، دو، در هر مکان، به هر موجودی، هر رقم لطفی که کردی الحمدلله رب العالمین. شکر فقط نبود برای نعمت خودم بشه، برای نعمت دیگه. چون اگر مثلا این بنده خدایی که من تو ماشین نشستم پشت فرمون نشسته، این هر لحظه نعمت، چون اگر او هم یه لحظه خطا بکنه مصیبتش منم میافتم. یه وقتی هواپیمای توپولوف بود، مال شوروی بود، مسافرها ایران رو جابجا میکرد، ما توش نشسته بودیم، آیت الکرسی میخوندیم، دعا میخوندیم، حتی برای خلبانه. یک کسی صحبت کرد گفت این خلبانه کمونیسته، مسلمونی، تو آیت الکرسی میخوندی براش. گفتم حالا هرچی میخواه باش، کمونیست باشه، اگر بیفته خب منم میفتم دیگه، یعنی حیات منم بنده به حیات اونه. بنده خدا میگفت یه شب تو صبح خوابمون برد. گفتیم چرا؟ گفت بس که موش میزدن به دیوار، دون دون دون. گفتم خدا چه خبره خونه همسایه؟ چه میکنه؟ میخ کنه؟ صدا میخ نیست، موش میزنه، چشه این؟ بالبال زدیم تو صبح. صبح رفتیم گفتیم آقا ببخشید شما چتون بود دیشب؟ چی بود ماجرا؟ گفت این شوهر من دیشب یه دردسری گرفته بود یا درد دندونی، هی پاشو میزه به دیوار. و دیشب تو صبح ما هم نخوابیدیم، از شما معذرت میخوام، ببخشید. بنده خدا میگفت که من هر شب میخوابیدم نمیگفتم خدا یا شکر که همسایه من درد دندون نگرفته پا بزنه به دیوار، وگرنه من خواب ندارم. گاهی وقتا اگر او یه حادثه بر او رخ داد دودش چشم منم میره. شما سیگار میکشه ولی دودش حلق بچه تم میره. بحثمون اینه که چگونه خودمون رو بزرگ کنیم. یکی از راه‌ها اینه که افرادی که متمکن هستن، حتی اونایی که متمکن نیستن، اونی که متمکن نیست یه خودکار بده، بگه آقا جون این خودکار رو بگیر، با یک خودکار مشغل رو بنویس. حالا یه بزرگتر میشه یه کامپیوتر بهش بده، تا یک کتابخونه، تا یک دانشگاه، تا یک حوزه علمیه، تا یک یه چیزی از خودمون بکنیم، کم یا زیاد. من بارها این مثال زدم، اجازه بده من تکرار کنم. این برگ زرد که اینجا افتاده، چون دیگه اینجا اردوگاه درخت زیاده، این برگ زرد چقدره؟ چیزی نیست. اما همین برگ زرد اگر بیفته تو حوض، مورچه ها میرن سوارش میشن. یعنی این برگ زرده ولی کشتی 50 تا مورچه میشه.
چی میخوام بگم؟ میخوام بگم گاهی یه چیزی کمیه ولی افراد بزرگ رو نجات میده. داریم درباره این اتفاق کنیم. گذشت بگم. در قرآن میگه هر چی، هر که به هر چی دادیم به خاطر یه گذشت بود. تمام برکات در سایه گذشت. وقف و گذشت. حالا گذشت از چی؟ گذشت از جان، گذشت از مال، گذشت از خواب، گذشت از همسر، گذشت از فرزند، گذشت از آبرو، گذشت از و هر چی. همش هم تو قرآن ها، هم یه مقامی هست. گذشت از جان شهدا، گذشت از مال کسانی که اهل کمک به دیگران هستن، کمک های کم یا زیاد، گذشت از خواب، از رختخواب خودشو میکنه بره انجام نماز، گذشت از همسر. خداوند به ابراهیم گفت همسر تو با این نوزاد برو بذار مکه و برگرد. فراغ از همسر. گذشت از خیلی ها که به جای برسن به خاطر که همسرشون فداکار میکنه. اگر همسرشون فداکار میکنه مرده، اگر واقعا یک کسی دکتر میشه، اگر مرده دکتر میشه یه دکتر افتخاری هم بود به خانمش بدن، به خاطر که اگر اون نبود این نبود، خدمات او بود که این انجام داد. گذشت از فرزند. اسماعیل 13 ساله بود تقریبا و حضرت ابراهیم در پیری خدای بچه رو بشته، یه کسی که حدود 100 سال بچه دار نشده، حالا بعد 100 سال بچه دار شده، بچهش در 12 ساله شده، حالا میگه سرشو ببر. خدا گفته چشم. چاقو رو که گذاشت گفت نبر، میخواستم، نمیخواستم خون ریخته شه، میخواستم نم تو دل میکنی یا نه، گذشت داری یا نه. و هر گذشتی هم یه مقامی داره. خداوند حضرت ابراهیم رو امتحان کرد، شد عبدالله بنده خدا. یه امتحان دیگه شد نبی الله. یه امتحان دیگه شد نبی الله رسول الله. یه امتحان دیگه شد خلیل الله. یه امتحان دیگه شد انی جعلک للناس اماما. هر امتحانی مثل سرگرد، سرهنگ، سرتیپ درجه درجه داره. پس ببینید مقاماتی که خدا به آدم میده. گذشت از شهوت، این ننوشتم. حضرت یوسف خانم خودش آرایش کرد، درها رو محکم بست و پیشنهاد کرد که بیا با هم باشیم. قالت هی ترک قال معاذ الله، پناه بر خدا. پا به فرار گذاشت. کجا رفت؟ رو به در بسته رفت. بله، اگر بره خدا رو به در بستن بروی در باز میشه. بله خدا رو به در بسته، در یه غلقت الابواب قرآن میگه، نمیگه غلقه. غلقه یعنی بس، غلقه یعنی صف بس. نمیگه غلق الباب، ابواب یعنی هم همه درا رو بس، هم محکم بس، هم با دست خودش بس. به کنیزا نگفت درا رو ببندید که شک کنه خوب بستن، نه. خود زلیخا با دست خودش همه درا رو بس تا حاضر جمع بشه که دیگه هیچ کی نمیدونه. بله وقتی خدا میخواد لو بره لو میره. درا رو بس که هیچ کی نفهمه، همه دنیا فهمیدن. با خدا نمیشه کشتی گرفت. زلیخا میخواست هیچ کس نفهمد، همه دنیا فهمیدن. یه چیزی باید گذشت به یه چیزی رسید. شما باید از دونه بگذری زیر خاکش کنی تا بشه خوشه. دونه بیرون بشه خوشه نمیشه. باید بره زیر خاک. بعد خاک باید با بیل زیر و رو بشه، شخم بشه. تا این نوک بیل بهش نخوره، شخم نشه، زمینه برش خوشه شدن نداره.
هر چیز باید گذشت. افرادی از من پرسن آقای قریتی کارم گیر کرده، چه راهی داری؟ چه دعایی بخونم؟ گفتم دعا بلد نیستم. البته دعاهایی هست برای بعضی کارها، برای فلان مشکل فلان دعا اومده، من بلد نیستم. ولی گفتم یه راه هست که قرآن یه نشونه، یه کدی قرآن به ما میده، میگه اگر میخوای مشکل در کنم، مشکل مردم حل کن، مشکل حل کن تا مشکل تو حل کنم، مشکل حل کن تا مشکل تو حل کنم، اذکرونی اذکرکم، یاد ما باشید تا من یاد شما باشم، ان تنصر الله ینصرکم، راه خدا رو کمک کنید من کمکت میکنم. زاغو ازاغه، کج رفتی کج میری، یعفک و انهم ان اکف، کج شدی آیندم کج میری. بچه ها و جوان هایی که در نوجوانی خودشون رها میکنن، حرف بد، کار بد، عمل بد انجام میدن، این پیرم که بشن باز تو هم وادی هستن. یعفک و انهم ان اکف، یعنی اون راهی که کج رفته حالا در آیندم همونطور کج رفته خواهد شد. بحثمون چیه؟ بحثمون گذشته، بحثمون وقفه، بحثمون خدمت به دیگرانه. از خودت بکن به جمع وصل شو. وقف معنیش اینه، این قطعه زمین رو قیچی کردم، این مغازه رو قیچی کردم، از خودت بکن به دیگران وصل کن، به جامعه وصل شو. وقف جبرانه، وقف ذخیره است، وقف رشده. سیمای وقف، وقف جبرانه، خودم نتونستم حالا وقف میکنم، رشد مال شخص بود حالا مال امت شد، حالا ذخیره است برای قیامت، مانع حسرته، کسانی که ثروتی دارن و از ثروتشون استفاده نمیکنن اینا حسرت خواهن خورد. یکی از اسمای قیامت یوم الحسره هست. یوم الحسره یعنی روزی که آدم میگه عجب، حسرتان فرق میکنه، درجه داره. من این یه وقت ایتو گفتم، گفتم آدمی که قصه میخوره یه درجه پایین نشینه که نوک انگوشتش رو، همه انگوشتی که مر میزنه رو انتخابات، همین گاز میگیره. اما اگر حسرت زیاد شد بند انگوشش گاز نمیگیره، کل انگوشش دنش میگیره. اگر بیشتر حسرت خورد کل انگوش نه، کل دستش رو گاز میگیره. اما اگر خیلی خیلی شد دو تا دستش رو میذاره، یعنی بینید درجه داره، یک، دو، سه، چهار. میگه یعز و ظالمه علا یده، یده یعنی افرادی روز قیامت دوتا دستشون رو گاز میگیرن، میگن کاش با فلانی رفیق نمیشدم، او منو معتاد که، او منو بردی فیلمه رو نشونم داد، او منو این کار که. الدال علی الخیر کفاعله، الدال علی الشر هم کفاعله. حدیث داریم اگر کسی یه صحنه گناه رو میبینه، به رفیقش میگه بیا بریم اینو ببینیم، رفیقش هم دلالی میکنه که نگاه کنه، این آقای دلال دو تا گناه کرده، یکی خودش، یکی دلالی که اینم به سمت او کشید. یکی از اسم قیامت یوم الحسره هست، روزی که آدم میگه حالا وام بی استرابه. این صندوق ها و بانک ها گاهی ورشکست میشن، کم میارن، عمدی، سهوی، خطایی، هرچی هست، استراب، صاحب سرمایه استراب داره. وام بی استراب در راه خدا خرج کردنه، چون قرآن میگه لا نزیع اجر من احسن عملا، لا نزیع، این خدا میگه کمک کن من ضایع نمی کنم. اگر میخواید سودی باشید داشته باشید که
دغدغه نداشته باشید که بردن خوردن اختلاس کردن با خدا معامله کنید. ولا یظلمون نقیرا، سود بیشمار، اجرهم به احسن ما کانوا یعملون فلنحیینه حیاتا طیبه، کارهای خدایی سودش بیشماره. سود بیمنت، چون آدم وقتی در زمان حیاتش کمک میکنه، ممکنه یه وقت شیطون گورشو بزنه منت بده، بگه من به تو وام دادم، من تو رو دوماد کردم، من جهازیت رو جور کردم، من نمیدونم، من هی من کنه و اون به خاطر منتی که میذاره اجرش هم بره. اما وقتی وقف میکنه دو طرف هم میمیره، من وقف میکنم که این مغازه، این خیابون، این پاساج، این مزرعه مالک فلان کار خیر باشه. اگر وقف کردم بعدم خودم هم میمیرم، ده ها سال، صد ها سال بعد از من استفاده میشه. الان شما نگاه کنید مسجدهایی که قدیمی که وقف شده، صاحبش معلوم نیست چند قرن پیش بوده. یه دیگه الان که نیستش که منت بذاره. آدم زنده وقتی کار میکنه ممکنه یه وقت گول بخوره، منت بذاره. منت که گذاشت اجرش پاداشو شبین بره. اما وقتی آدم وقف میکنه بعدم خودش میمیره، دیگه کسی نیست که منت سرش بذاره. ولذا انفاق بی منته. به اخلاص هم نزدیکه، چون کسی نیست که بمندش. اینجا میگم عکس منو بذارید، اسم منو بنویسید، اما دیگه بعد از مرگ کسی نه عکس نه اسم. حالا چه کسانی مانع وقف میشن؟ اینجا من اسم پنج گروه رو نوشتم. یک، گاهیش خود طرف شخصه مانع کنه، خودش بخل داره، به دنیا چسبیده، اخلد الی الارض، به زمین چسبیده، نمیتونه دل بکنه. پس گاهی خود انسان بخل داره. قرآن راجع به اینها فرمود که سیطوقون ما بخلوا، تو که به دنیا چسبیدی و دل نمیکنی، همین مال دنیا طوق میشه به گردنت. سیطوقون ما بخلوا، طوق میشه به گردنت، یعنی فکر نکن به نفعت. گاهی وقتا انسان محاسبش غلطه، فکر میکنه عزتش تو اینه. یحسب ان ماله اخلده، محاسباتش غلطه، میگه همچی میشه، همچی میشه، همچی میشه، رو محاسبات تصمیم میگیره. گاهی وقتا در گوشش میخونن تبلیغات، ندید پولتون رو به اینجا، ندید نمیدونم مکه نرو، پولتون میدی به عربا، نمیدونم کربلا نرو، انفاق نکن. لا تنفقوا علی من عند رسول الله، انفاق نکنید به اطرافیان پیغمبر. بیز پیغمبر در محاصره قرار بگیره، فقر بهشون فشار بیاره، دست از پیغمبر بردارن. همون تحریکی الان دنیا هم برای ما داره. لا تنفقوا علی من عند رسول، عربی هایی که خونم قرآنه، انفاق نکنید، کمک نکنید به اطرافیان پیغمبر. در محاصره قرار بدیم، اینا در مزیقه باشن، دست از پیغمبر بردارن. گاهی شیطان وسوسه میکنه، از شیطان و یعیدکم الفقر، میگه نه ده پیری داری، کوری داری، ممکنه زمانی بیاد که به این پول نیاز داشته باشی. دوستان ناباب، یعمرون بالبخل، یعمرون الناس بالبخل، سفارش میکنه که کارو نکن. گاهی وسوسه، گاهی دوستان، گاهی محاسبات غلط، اینها باعث میشه که انسان دل نکنه. خب وقتی میگیم خیر، اینها باید کمک بشه. البته وقف هم باید زیر نظر یه اسلام شناس باشه که اول ضرورت، یه زمانی ممکنه یه چیزی نیاز باشه وقف کنیم، امروز به اون نیاز نیست. یه خاطره براتون بگم، از امام جواد، امام نهم علیه السلام پرسیدن ثواب زیارت کربلا بیشتره یا ثواب زیارت امام رضا. امام رضا خب پدر امام جواد بود، ثواب زیارت امام رضا بیشتره یا ثواب زیارت کربلا؟
امام جواد علیه السلام پا شد رفت یه اتاق دیگه، یه لحظاتی شد برگشت، دیدن آقا داره گریه میکنه. گفتن آقا چی شد؟ سوال ما جوابش گریه بود. گفت امام حسین در عراق اونجا زوار زیاده، ولی پدرمو در توس دفن کردن، زوار نداره. یعنی چه؟ یعنی ممکن در یه شرایطی ثواب زیارت امام رضا از ثواب زیارت امام حسین بیشتر باشه. یه وقت ممکنه یه چیزی در یه زمانی وقفش جایز باشه، امروز اون وقت یه زمانی مردم برق نبوده شمع نصب کردن، دیگه الان شمع روشن کردن زیر همه پروژکتور و برق کار لغوی به نظر میرسه. منتها اگر یه چیزی وقف شد باید به وقف عمل کنیم. حتی اگر وقف غیر مسلمان شد، یکی که واقعا این درآمدش مال مسیحی ها، مال یهودی ها نبود، اینا مسیحیان یهودیان، اگر یه چیزی وقف شد، وقف یهودی هم شد باید عمل بشه. وصیت اگر شد، وصیت برای یهودی هم باید عمل بشه، برای غیر مسلمان. گاهی وقتا ما پلو خودمون، عرض کنم بزرگ شما، که پلو خودمون حساب میکنیم. یه کسی آمد پلو من گفت آقای قرائتی من حلال کن. معمولا گفتیم خب لابد یه بحثی از ما شنیده خوشش نیومده، گفته بی خود میگه. گفت حتما حلال کردی؟ گفتم بله حلال. یعنی من معمولا سعی میکنم هر که حلال، بالاخره پا تلویزیون نشستی چهار تا میگن خوبه، چهار تا ممکنه بگن خوب نیست. حالا بگم نه، هر که بگه خوب نیست من اثرش نمیگذارم. نه آقا، مردم قیامت عقیده گیر هستن دیگه، گیر ما یکیه نباشن. حلال. بعد دیدم هی میگه آقا حتما حلال کردی. من شک کردم، گفتم کاری کرده که هی میگه حلال؟ گفتم ببخشید کار خاصی بوده یا حرفی زده ای؟ گفت نه، یه جا شما سخنرانی کردی، یه پاکت پولی به من دادن، گفتن بده به قرائتی. من گفتم قرائتی بعدش خوبه، خودم بردم خوردم. گفتم خیلی خوب، همین که گفته حلال، ولی این حساب رو نکن. اگر یه چیز گفتن اینو بده به اون، حتی وصیت کرده کسی برای یهودی، شما نبود دیگه یهودیه، وصیت کرده به وصیتش عمل کن. بذارید مردم اعتماد کنن. الان خیلی وقتا مردم اعتماد نمیکنن، میگن آقا ما اینو وقف کنیم بعدن چی میشه؟ از بعدش میترسه. حالا فکر کنه که اگر واقفش ادر اوقاف نباشه دیگه امینه، هر که باشه ممکنه دزدی کنه. همونطور که زمان شاه بسیاری از ملک ها رو به اسم خاندان سلطنتی میکردن. شمال، خود تهران چه زمین های مهمی داره، قسمت های از تهران که اینا وقفه و جابجا کردن، فروختن، بردن، خوردن بعضی هاشو. ولی قرآن یه آیه داره میگه که انما اسمه علی الذین یبدلونه. یعنی اگر شما یک کار رو وقف کردی بعد یکی شما تغییرش داد، شما عزت داری؟ شما یه مهری رو برای مسجد وقف میکنی که این مردم رو این مهر نماز بخونن، یکی سی میاد این مهره رو به عوض سنگ پرتاب میکنه به دشمنش، استفاده سنگ ازش میکنه. ولی این مهر شما عزت داری، از عزت شما انما اسمه علی الذین یبدلونه، این که میخونم قرآنه، یعنی گناهش گردن اونه که تبدیل کرده، ولی اون بانی و اون کسی وصیت کرده یا وقف کرده اون عزتشو داره. امیرالمومنین علیه السلام کنار مدینه چاهی میکنن تو راه مکه، نمیتونه که چاه میکنن، رسید به یک آب که آب مثل گردن شطور فواره زد. آمدن گفتن یا علی این چاهی که تو میکنی خورد به آب، چه آبی، چه آبی. حضرت آمد قلم و کاغذ برید، این مال مسلمان است، وقف اسلام، وقف مسلمان. پیغمبر اسلام موقوفات داشت، امیرالمومنین موقوفات داشت، موقوفات ائمه در بهار آمده. نگاه کنیم الان نیاز به چیه، نیاز به چیه. تبلیغات دین به شدت نیاز داره. من حدود 20 سال پیش رفته بودم چین، اونجا حدود 300 نفر رو تربیت کرده بودن که ایرانی حرف بزنن، چینی بودن اما زبان فارسی یاد گرفته بودن. یعنی ما 20 سال پیش 300 تا چینی داشتیم که مثل بلبل ایرانی حرف میزد. حالا ما یه حجت الاسلام داریم که مثل گنجش چینی تفسیر کنه، به زبان چینی قرآن رو به زبان چینی تفسیر کنه.
یعنی اونا 20 سال پیش 300 تا برای کشور ما، کشور 70-80 میلیونی، برای 70-80 میلیون ما 300 تا تربیت کردن، ما برای 1 میلیارد خورده اونا 2 نفر رو تربیت کردیم. ما در تبلیغ، در اسلام شناسی کمبود داریم، جا نداریم، کار نداریم. افرادی هم ثروت ها دارن و بدونن که دیر و ضمناً هم نگو معنان سالم ما. تو قرآن 13 مرتبه کلمه بغتتن اومده. بغتتن یعنی ناگهانی. شاید هفته دیگه نباشیم، شاید دو روز دیگه نباشیم. کسی اگر میتونه کار بکنه، البته باید مواظب باشیم فامیل مون گرسنه نباشن. کسی اگر دختر جهاز نداره، پسرش خونه نداره، شغل نداره، فامیلش، پسر برادرش، پسر خواهرش، قرآن میگه اگر میخواد کار بکنه اول فامیلا. یکی میگن چراغی که به خونه رواس به مسجد حرامه، کمی حرف بدی نیست. قرآن هم همینو میگه، میگه فلی الوالدین، میخوای کمک کنی اول پدر و مادرت و ذل قربا فامیلات. ولی افرادی هستن پولشون باد کرده، یه چیز رو گرون خریده، الان مثلا خونه خریده فرض کن 100 میلیون، حالا شده چند میلیارد. حالا بالاخره توجه، با توجه به فقرای فامیل و فقرای همسایه و فقرای همشاگرده بودید، هر دو اتفاقا اون وقت تو مدرسه بودید، او از تو بهتر میفهمید، هوشش از تو بهتر بود، نمرش از تو بالاتر بود. حالا دری به تخته شد، خورد، این آوردن اونجا. باید مواظب باشیم اونا که به جای رسیدن، آقای دکتر، آقای مهندس، آقای مسئول، همشاگردیات رو بنویسن کیا بودن که اینا در فقر ممکنه بسوزن، در مشکل دارن، خجالت دارن، بچهشون میکشن. یه مقداری شرایط که حادتر میشه باید کمکشون بیشتر باشه. نباید بگیم ما یه پولی دادیم، افطاری دادیم، روز عاشورا نذری دادیم. فشار که زیاده باید مستطعتم، هر چی میتونید. فلینفق مما آتاه الله، هر چی خدا بهت داده. مثلا خمس سهم امام حداقله. حداقله. ولی معنیش اینه که یکی خمسش داده، سهم امام داده، بعد حالا گرسنه بودن که بودن، من وجوهاتمو دادم. تا گرسنه هست باید کمک کرد. خدا یا تو خودت میدونی چقدر کوتاهی کردیم. به آبروی اونهایی که کوتاهی نکردن و پلوت آبرو دارن به ما توفیق بده. غفلت هامون رو جبران کنیم، کوتاهی هامون رو جبران کنیم. هر چی میتونیم برای قیامت ذخیره داشته باشیم. غفلت های گذشته ما رو ببخش و بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله.